از اسلام آباد تا واشنگتن بر تسریع روند صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید دارند. در کابل اما طبل مخالفت نواخته می شود. اینجا در ارگ رئیس جمهور غنی می گوید در روند صلح حاضر به معامله و باج دادن نیستیم و اگر دنیا معامله کرد بدون هیچ ترسی به آن جواب رد می دهیم. معامله کو یا معامله در بندکی امنیتی و دفاعی زواکو بنده او جمهوریت بنده ده سالی سه پستازی توب ده زن پستازی توب ده طول نظام پستازی سمر مو که حاضر معامله تنی که دنیا را بنده معامله او که در این دنیا تن نوای. همزمان با پیشرفت ها در روند صلح، رئیس جمهوری از دشواری های مسیر صلح سخن می زند. دشواری هایی که به گفته او موفقیت روند صلح مرتبط به استحکام ثبات و مسئولیت پذیری است. همزمان با این وزیر خارجه پاکستان بر برداشتن موانع سد راه مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده و خواستار زود هنگام این مذاکرات شده. اینجا خط و نشان در مذاکرات بین الافغانی هم کشیده می شود. حفاظت از جمهوریت. رئیس جمهوری از جوانان می خواهد با همدیگر پذیری در صف واحد از جمهوریت حمایت شود. به گفته او صلح‌خواهی حکومت از شکست نیست بلکه ریشه در اراده نیک دولت و مردم دارد. رئیس جمهوری می گوید ما قوت ادغام طالبان را باید داشته باشیم. وقتی که عظیمترین قشر سیاسی افغانستان که ملت افغانستان است سر جمهوریت اعتماد خود را اظهار کرده از قشرهای کوچک چی ترس داره؟ دا گز و دا میدان لارسی لولس نپکتنه او که چه اولس دوی بانده باور لری یا جمهوریت بانده یا واضح انتخاب. آن طرف چهار دیواری ارگ عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید حکومت اراده قاطع برای برقراری صلح دارد. به گفته او صلح به معنای برگشت به عقب نخواهد بود. او در دیدار با مردم پکتیا گفت صلح حراست از ارزش‌های دو دهه اخیر کشور و قربانیان جنگ است که هیئت مذاکره کننده حکومت در مذاکرات مستقیم از آن دفاع خواهد کرد. مذاکراتی که قرار بود روز گذشته برگزار شود اما به دلیل تکمیل نشدن روند رهایی 320 زندانی باقی مانده طالبان به تأخیر افتاده و هنوز مشخص نیست این روند چه زمانی تکمیل خواهد شد.